بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت دانش پژوهان عزیز درس اول از فصل کم دوره آموزشی نحوه محاسبه میزان پیشرفت پروژه با استفاده از متد PMS رو در نرم افزار در خدمت شما هستیم در این فصل به مقدمه موضوع آموزشیمون خواهیم پرداخت برای شروع لازم است که من هدف از دوره آموزشی رو خدمت شما دانش عزیز عرض بکنم. شما مستحضرید که در حوزه مدیریت پروژه ما میتونیم به صورت کلی دو بخش برنامه‌ریزی و کنترل رو مد نظر داشته باشیم. این اگر بخوام به ما بگن که شما مدیریت پروژه رو به صورت کلی تعریف بکنید، اگر کسی بگی که برنامه ریزی و کنترل یک پروژه رو میخوایم انجام بدیم حرف گذاف و بیخودی نزد البته مدیریت پروژه حوزه های متفاوتی داره استانداردهای های مختلفی داره قسمت ها و روش ها و متد ها و تئوری های مختلفی تو این زمینه هست که ما موضوع دوره آموزشمون نیست که برای این موضوع اگر دوستان علاقه من باشن میتونن به دوره های مرتبطش مراجعه بکنن اما در حوزه برنامه‌ریزی و کنترل اگر بخوایم وارد بشیم در واقع ما قسمت کنترل پروژه رو بخوایم به صورت خلاصه تعریف بکنیم این هست که میخوایم پیشرفت پروژه رو اندازه گیری کنیم البته باز اینجا باید بگیم که خود موضوع کنترل پروژه ابعاد و حوزه ها و روش ها و های خیلی متفاوت و مختلفی داره اما اگر به صورت خلاصه بگیم که منظور از کنترل پروژه چی هست این هستش که ما میخوایم پیشرفت پروژه رو بررسی بکنیم حالا این بررسی شامل اندازگیری میشه شامل محاسبه میشه شامل اصلاح میشه و سایر موارد پس یکی از علمان مهم در مدیریت پروژه میشه گفت بحث بررسی پیشرفت پروژه هست در تمام پروژه ها چه در داخل کشور چه خارج از کشور موضوع پیشرفت پروژه مطرح هست و جز ابتدایی ترین کارهایی هست که در حوزه مدیریت پروژه یا در حوزه برنامه‌ریزی کنترل پروژه مورد استفاده قرار داره. اما مخاطبین دوره ما چه کسانی میتونن باشن؟ اول مدیران پروژه هستن. طبیعتا مدیران پروژه میخوان بدونن که پیشرفتشون در این پروژه به چه صورت هست وضعیت پیشرفت پروژه چگونه هستش اطلاع از روش محاسبه پیشرفت پروژه برای مدیران پروژه امری واضح و روشن تو اکثر پروژه ها مدیر پروژه این موضوع رو جز شاخص های کلیدی خودش در نظر اعضای تیم پروژه هم همینطور یعنی ما دفتر فنی پروژه داریم واحد پی ام او داریم واحد طراحی داریم واحد اجرا داریم واحد تدارکات داریم هر ساختاری که در یک پروژه تعریف میشه موضوع پیشرفت پروژه برای اون واحد مهمه و یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد اون واحد محسوب میشه دفتر پی ام او یا دفتر مدیریت پروژه که اصلا جز ارکان مدیریت پروژه هست موضوع پیشرفت پروژه را خیلی تخصصی تر و دقیقتر ورود میکن و بررسی میکن اما نه تنها ارکان خود پروژه بلکه زینفعان پروژه هم موضوع پیشرفت دارشون مهمه برای مثال اگر ما کارفرما داشته باشیم اگر ما طراح یا مشاور داشته باشیم اگر ما بهره بردار داشته باشیم اگر ما سرمایه گذار داشته باشیم حتی برای زینفان بیرونی پروژه مثل همسایه های پروژه مثل مردم یه مجموعه در یک کلان پروژه فرض کنید پروژه راهسازی هست مردم اون منطقه نسبت به پیشرفت حساس هست موضوع پیشرفت پروژه موضوع است که برای تمام زینفان پروژه همیت داره یعنی ما خیلی دیدیم مثلا میگن پروژه آزادراه تهران شمال 60 درصد پیشرفت کرده حتی مردم عادی که اصلا شاید ندونن پروژه چیه ندونن حالت عمرانی چیه و چطور یا مثلا پروژه بهره برداری از صد فلان مثلا انقدر پیشرفت داره پس موضوع پیشرفت پروژه موضوعی است که ما در جرایه در رادیو تلویزیون در روزنامه ها در مجامع عمومی همه جا میبینیم که نسبت به اون صحبت میشه پس پیشرفت پروژه برای کل زینفعان اهمیت داره تو فاز بعدی پیمانکار مشاور کارفرما اگر پروژه رو سرکنی در نظر بگیریم اگر مدیر تر داشته باشه مدیر منظورم ارکان سازمانی پروژه هستش که هر جا اگر جلسه مشترکی باشه قطعا یکی از موضوعات مهم اصلی و یا شاید پایه اون جلسات بحث پیشرفت پروژه هستش همینطور دانشجویان مرتبط با رشته های مربوط به کنترل پروژه دانشجویان رشته مهندسی صنایع دانشجویان رشته مدیریت از جمله مدیریت صنعتی و همینطور دانشجویان سایر رشته که به نوعی در پروژه دخیل هستند مثل مهندسین عمران دانشجویان رشته مهندسی عمران که پروژه های عمرانی هستند دانشجوهای رشته مهندسی مکانیک تو پروژه های پایپینگ و حالا پروژه های مهندسی مکانیک دانشجویان رشته مهندسی نفت در پروژه های مربوط پتروشیمی و حالا پالایشگاهی و اینها تمام کسانی این که با بحث مدیریت پروژه با بحث برنامه‌ریزی پروژه با بحث کنترل پروژه ارتباط دارن موضوع این دوره آموزشی میتونه براشون مفید باشه تعریف پروژه قبل از اینکه ما وارد بحث پیشرفت بشیم من لازم دیدم که یه توضیحی در مورد تعریف پروژه خدمت شما عرض کنم چرا که وقتی ما میگیم پیشرفت پروژه اول باید بدونیم که منظورمون از پروژه چی هست و که حالا بتونیم پیشرفت پروژه رو محاسبه یا بررسی یا اندازه‌گیری یا هر کار دیگه بکنیم خب تعریف عمومی در سطح جامعه هست از پروژه هر کاری که یه مونه‌ای ببره سازمانی داشته باشه روش بحثی بشه نیروی گذاشته بشه ما تو جامعه بهش میگیم پروژه مثلا میگیم پروژه راهسازی پروژه فرض فرمایید که احداث نیروگاه پروژه فاز اجرای فاضلا به فلان منطقه پس تو عموم جامعه یک فهمی از پروژه هست هر کاری که داره انجام میشه و این کار یک معونه میبره سازمان داره ساختار داره هزینه میبره ما بهش میگیم تعریف پروژه اما یه تعریفی از بر اساس استاندارد پی ام باک یا پی ام بی که استاندارد مطرحی تو حوزه مدیریت پروژه هست از پروژه من این تعریف رو خدمت شما عرض بکنم در استاندارد پی ام باک اشاره میکنه که پروژه یک تلاش موقتی است که برای ایجاد یک محصول خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام میشه دقت بفرمایید واژه واژه این جمله رو اگرچه کوتاه هست ولی قابل تحمل هست واجبه واجبه پس پروژه یک تلاش موقتی است پس ما هم صحبت از پروژه کردیم نباید فکر کنیم که پروژه یک کار دائمی است پس اگر در یک کارخونه خط تولیدی هست داره یک محصولی رو تولید میکنه به عنوان پروژه شناخته نمی شود پروژه یک تلاش موقتی است یعنی انجام میشه تموم میشه حالا این دوره زمانی میتونه یک ماه باشه میتونه یک سال باشه می‌تونه ده سال باشه اما موقتی است مثل اجرای یک ساختمون مسکونی یک تلاش موقتی است برای ایجاد یک محصول یعنی آخر پروژه ما قرار یک محصولی ارائه بدیم این بنای ساختمون میشه محصول نهایی ما یا یه خدمت یه پروژه فناوری تعریف میشه یه پروژه اصلا تحقیقاتی تعریف میشه یه تلاش موقتی است آخرش یه سند تحقیقاتی قراره که ارائه بشه یا نتیجه منحصر به فرد منحصر به فرد یعنی این پروژه با پروژه بغلی با پروژه اون یکی فرق میکنه شما در یک پروژه ساختمون اگر در سطح شهر نگاه کنید بی نهایت هزاران پروژه ساختمونی هست ساختمون مسکونی کوچیک اما هر ساختمون ساختمون بغلی فرق میکنه متریالش تعاریفش تعداد طبقاتش فرق میکنه این چه یعنی منحصر به پس پروژه یک تلاش موقتی است برای ایجاد یک محصول خدمت یا نتیجه منحصر به یک پروژه موقتی است و, دل... و به دلیل اینکه زمان شروع و پایان مشخص دارد و بنابراین محدوده و منابع تعریف شده دارد چون پروژه یک محدوده زمانی مشخص داره معلوم هست که برای این پروژه چقدر میخوایم منابع صرف کنیم معلوم هست که اسکوپ این پروژه محدوده این پروژه چی هست و معلوم هست که تاریخ شروع پایانش چی هست اما ما در برنامه تولیدی رو نداریم در یک خط تولید ما به صورت کانتینیوس مستمر داریم یک محصول تولید میکنیم اگر بگیم تاریخ شروع و پایان این محصول چی مشخص نیست علا دوام داریم خط تولید میشه یا منابعش منابع خاص نیست مشخصه یه ورودی داره انبار داریم خط تولید داریم نتیجه داریم اما پروژه اینجور نیست تاریخ شروع داریم پایان داریم محدوده محدوده منظورمون تعریف پروژه است میگیم یک ساختمان چهار طبقه با این ویژگی. اما تعریف مدیریت پروژه چی هست؟ مدیریت پروژه به این معناست که فرایندی که ما رو میرسونه به این پروژه به صورت ساده بخوایم بگیم ما به این میگیم تعریف مدیریت پروژه مجموعه فرایند که باعث میشه این پروژه مدیریت بشه میشه مدیریت پروژه پس تعریف مدیریت پروژه یعنی مدیریت‌ها یا فرایند که مدیریت میشود در راستای اجرای آن پروژه در خلال عرایزم عرض کردم که مدیریت پروژه با مدیریت تولید متفاوت هست. ما در مدیریت پروژه یک پروژه رو مدیریت میکنیم. به این معنا که موقتی هست، محدوده داره، اسکوپ داره، موقتی هست، شروع و پایان خاص داره. اما در مدیریت تولید اینجور نیست. عرض کردم یک خط تولیده، یه مدیر تولید داره، هر روز میاد سر کار، تو شیفت کاری داره محصول تولید میشه، و دونه دونه میاد بیرون حالا روزی یه دونه محصول روزی ده تا محصول روزی هزار تا محصول اصلا محصول پیوسته فرق نمیکنه اما تو مدیریت پروژه یه پروژه تعریف میشه برای سه سال یه مدیریت پروژه گذاشته میشه آخر که ما به یک محصول یا نتیجه منحصر فر رسیدیم کار مدیریت پروژه تموم میشه اما فرایند مدیریت پروژه چی هست؟ حالا که ما گفتیم مدیریت پروژه یک فرایند هست یا مدیریت مجموعه از فرایند ها منظورمون چیه؟ اولین گام فرایند مدیریت پروژه به صورت ساده برنامه‌ریزی پروژه هست. یعنی ما یه سری مجموعه ای از فرایندهایی داریم که برنامه‌ریزی می‌کنیم برای اجرای پروژه و بعد وارد فاز اجرا میشیم یعنی اون برنامه هایی که ریختیم رو به منصه اجرا و ملسه ظهور می‌رسونیم. بعد میایم کنترل می‌کنیم های اجرایی رو. حالا که اجرا کردیم میایم کنترل می‌کنیم. حالا این کنترل کنترل عددی هست، کنترل هزینه هست، کنترل پیشرفت هست، کنترل منابع هست همه کنترل ها و بعد از این کنترل ها فیدبک میگیریم میفهمیم که یه جایی انحراف داریم یه جایی درست کار کردیم یه جایی باید بهبود بدیم این اصلاح که انجام شد دوباره وارد فاز برنامه‌ریزی میشیم یعنی برنامه‌ریزی میکنیم دوباره اجرا میکنیم کنترل اصلاح برنامه‌ریزی اجرا کنیم این همون چرخه پی دی سی ای هست یعنی پی برنامه‌ریزی دی دو اجرا سی کنترل و پی دی سی ای و ای اکت این فرآیند رو من به صورت ساده خدمت شما دارم عرض میکنم می دونیم که فرایند مدیریت پروژه خیلی پیچیده تر از این حرفاست اما اون چیزی که ما برای این دوره آموزشی نیاز داریم این هست که به صورت خلاصه بدونیم که در کجای فرایند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه یا مدیریت پروژه هستیم در قسمت کنترل پروژه ما یک موضوع بسیار مهمی داریم به اسم محاسبه میزان پیشرفت پروژه یعنی اگه به صورت خلاصه به ما بگیم که کنترل پروژه یعنی چی اگر گفتم کسی بگه که ما میخوایم پیشرفت پروژه رو حساب بکنیم بررسی بکنیم حرف بیراهی نزده اگرچه کنترل پروژه خیلی ابعاد داره منابع انسانی هست هزینه هست ارتباطات هست اسکوپ پروژه هست و و و ما در این قسمت کنترل پروژه میخوایم میزان پیشرفت پروژه رو محاسبه کنیم پس محاسبه میزان پیشرفت یکی از المانهای مهم فاز کنترل هست و فاز کنترل هم یکی از فرایندهای مدیریت پروژه هست اما چرا این موضوع میزان پیشرفت انقدر مهم هست؟ چرا انقدر ما بهش میگیم که باید بهش توجه بشه؟ اولا اینکه ما وقتی پیشرفت پروژه رو محاسبه میکنیم گزارش میدیم برنامه ریزی میکنیم بررسی میکنیم ارزیابی از وضعیت اجرا داریم میدیم این موضوع خیلی مهمه برای همه گفتم برای کیا مهمه برای زینفعان برای کارفرما برای مدیر پروژه برای همه مهمه که ما بدونیم در هر لحظه از پروژه وضعیت اجرای پروژه ما چی هست همین که من به عنوان یک کارشناس کنترل پروژه در یک پروژه سه ساله که ازش یک سال گذشته بگم این پروژه ده درصد پیشرفت داره همین همین یه جمله بگم پروژه ما سه ساله اسکوپش پریود زمانیش سه ساله الان یک سال گذشتیم ده درصد پیشرفت کردیم همین جمله مواردی رو به ذهن ها متبادل میکنه میگیم خب سه سال پروژه بوده یه سال گذشته قاعدتا باید 33 درصد پیشرفت کنه این پروژه 10 درصد پیشرفت کرده پس ما عقبی یه فرد عادی تو جامعه ممکنه این تحلیل اشتباه باشه من نمیگم این تحلیل درسته ولی همین یه جمله ساده ذهن ها رو جهت میده حالا شما فرض کنید این بس تخصصی باشه تو گروه های تخصصی باشه تو دفتر پی ام باشه یا کارفرمایی که هزینه کرده چقدر براش مهمه که میزان پیشرفتش چه یا کسی که میخواد بهره برداری بکنه از پروژه خیلی براش مهمه یعنی شما اگر یه سرمایه گذار ساده باشید برای ساختمون چهار طبقه مسکونی ساده هر لحظه براتون مهمه که وضعیت پیشرفت پروژهتون چگونه است روز به روز ساعت به ساعت دو اینکه ما وقتی میزان پیشرفت رو حساب میکنیم انحرافات رو متوجه میشیم متوجه میشیم که الان جلوتر از برنامه هستیم عقبتر از برنامه هستیم وضعیت رو میفهمیم این باعث میشه که پیشرفت کارمون رو اصلاح کنیم یعنی همین جمله قبلی که گفتم ده درصد پیشرفت داریم در یک سال در یک پروژه سه ساله به ما میفهمونه ما از پروژه عقبیم پس باید یه کارایی بکنیم برای اینکه به موقع این پروژه تموم شه حالا اگر این موضوع نباشه یعنی ما اصلا نفهمیم پیشرفتمون چه یه یهویی بعد از سه سال که پایان پروژمون بوده طبق برنامه میبینیم ای کار تموم نشده هیچ ایاری هم دستمون نیست چند درصد انجام شده بنابراین میزان پیشرفت به صورت روزانه به صورت هفتگی به صورت ماهانه به صورت سه ماهه این دوره های زمانی بستگی به ابعاد پروژه داره وضعیت ما رو نشون میده و نشون میده که آخر کار ما به کجا میرسیم و بتونیم اقدامات اصلاحی رو انجام بدیم نیرو اضافه بکنیم برنامه ریزی رو مجدد بازنگری بکنیم و کارهای دیگه تو برخی از پروژه ها میزان پیشرفت معیاری برای پرداخت هست ما پروژه هایی داریم که اینها به صورت قیمت مختو قراردادش بسته میشه و بر اساس میزان پیشرفت به پیمانکار پول داده میشه مثلا میگیم این پروژه 100 میلیارد تومن شما هر چقدر پیشرفت داشتید ما به تناسب اون در دوره های یک ماهه یا 15 روزه صورت وضعیت شما رو پرداخت میکنیم من به عنوان پیمانکار میام میگم 12 درصد پیشرفت داشتیم شما 12 درصد از 100 میلیارد 12 میلیارد به هم بدید اینجا دیگه موضوع پیشرفت خیلی مهم میشه برای مخصوصا پیمانکار و همینطور کارفرما یا کسی که سرمایه گذار هست چرا چون میخواد بر اساس پیشرفت هزینه پیمانکار رو پرداخت بکنه میزان پیشرفت خیلی مهمه برای ما برای گزارش هایی که به زینفا میدیم عرض کردم تو رادیو تلویزیون تو سطح عمومی جامعه گزارش اگر کسی بخواد از یه پروژه بده به بیان ساده همین میزان پیشرفته یعنی اگر یه مدیر سازمانی وزیر فرض کنید که راه و ساختمان یا فرض کنید یه شخصیتی تو رادیو تلویزیون اگه بخواد بیاد یه پروژه رو توصیف کنه اون چیزی که مردم انتظار دارن بشنون این است که بگه چقدر پیشرفت داشته و همه هم یه سنسی از این موضوع دارن پس ما گزارش به زینفان چه کارفرما چه مشاور چه پیمانکار چه سرمایه گذار چه عموم جامعه میدیم میزان پیشرفتی که گزارشات مهم و قابل فهم برای همه هست و آخرین موضوع پیش بینی تاریخ پایان پروژه است. وقتی ما میزان پیشرفت رو محاسبه میکنیم میتونیم برآورد بکنیم که با این پیشرفت با این وضعیت موجود تاریخ پایان پروژه‌مون و تاریخ به بهره برداری رسیدن پروژه‌مون چه تاریخی خواهد این هم برای زینفعان مهم است ممکنه دلایل دیگه‌ای هم داشته باشه میزان پیشرفت اهمیتش که من به همینجا اکتفا میکنم موضوعاتی که تا اینجا خدمت شما عرض کردم مقدماتی بود از بحث مدیریت پروژه که من فکر میکنم برای کاری که میخوایم انجام بدیم یعنی محاسبه میزان پیشرفت با یک متد خاصی به اسم PMS به نظرم میاد که همین مقدمات کفایت بکنه پیشنهاد میکنم اگر خواستید اطلاعات بیشتری در این حوزه داشته باشید به سایر دوره های آموزشی که تو این زمینه در مجموعه هست مراجعه بکنید و اطلاعاتتون رو تکمیل بکنید تا به اینجای کار موضوع مدیریت پروژه، تعریف پروژه و تعریف پیشرفت پروژه رو در درس یک و دو با هم مرور کردیم. در درس سوم میخوایم در مورد انواع پیشرفت در پروژه ها صحبت بکنیم. خب همونجور که عرض کردم شما در جرایه در رادیو تلویزیون در خود پروژه میشنوید که میگن پروژه انقدر پیشرفت داشته. این پروژه فرض کنید 60 درصد پیشرفت داشته. اما این 60 درصد پیشرفت به چه معناست؟ یعنی اگر این پروژه فرض کنید که یک ساله بوده و 60 درصد پیشرفت داشته یعنی 6 تا 12 هم مثلا 7 ماه از پروژه سپری شده و 5 ماه از پروژه باقی مونده آیا معنیش این هست؟ یا نه به این معناست که ما در این پروژه میخواستیم 100 میلیارد هزینه کنیم و تا الان 60 میلیارد تومن هزینه کردیم یا آیا اصلا این دو تا عدد با هم تفاوتی میکنند یا نه واقعیت چین هستش که ما در پروژه ها عمدتا سه مدل پیشرفت داریم اول پیشرفت زمانی هست یعنی اینکه ما از جهت زمان پیشرفت پروژه رو اعلام کنیم بگیم که این پروژه شیش ماه پیشرفت داشته شیش ماه مدت زمانش بوده پنجا درصد پیشرفت داشته پس از این شیش ماه سه ماه سپری شده سه ماه باقی مونده این مدل ساده ارائه گزارش از پیشرفت پروژه عمدتا اون چیزی که در ذهن ها میاد در گام اول همین هست یعنی اگر به من بگن که فلان پروژه 70 درصد پیشرفت داره به عنوان یک فرد عادی در جامعه بگم پروژه آزادراه تهران شمال 70 درصد پیشرفت داشته من میپرسم این پروژه چند ساله بوده تو برنامه اولیه میگن 10 ساله میگن خب اگه 10 ساله بوده 70 درصد پیشرفت داشته پس 7 سالش گذشته 3 سال دیگه این پروژه غالبا تموم میشه البته این تحلیل غلطه چرا؟ چون ما باید ببینیم که این 70 درصد در چه دوره زمانی بوده بله برنامه ریزی اولی این پروژه 10 ساله بوده اما الان 15 سال گذشته و ما 70 درصد پیشرفت داشتیم پس این نشون میده اگر همین روند بخواد ادامه پیدا بکنه برای 30 درصد باقی مونده ما باید حدود فرض کنید 50 درصد حدود 6 سال دیگه برای 30 درصد باقی مونده زمان بذاریم این نوع پیشرفت ما بهش در نرم افزار MSP اون چیزی که به ما میدهد به عنوان پیشرفت برنامه و یا اون چیزی که ما وارد میکنیم عمدتا پیشرفت زمانی هست این نکته رو دقت بفرمایید چون ما بعدها میخوایم از این پیشرفت زمانی استفاده بکنیم نوع دوم پیشرفت پیشرفت فیزیکی هست این پیشرفت هم در عموم جامعه مهمه یعنی به من یه موقعهایی میگن که درسته که ما شیش ماه از پروژمون گذشته اما از جهت فیزیکی یعنی 6 ماه از یه سال یعنی 50 درصد اما از جهت فیزیکی 70 درصد کار انجام شده این نو پیشرفت به صورت چشمی قابل درکه یعنی من میرم در محل پروژه نگاه میکنم حالا به نظر خبرگی خودم میگم بله این پیشرفت 70 درصد بهش میخوره به اصطلاح مثلا فرض کنید یه پروژه پایپینگ هست لوله گذاری هست یا پروژه ساده تر فازلاب هست این پروژه هزار متر لوله گذاری هست من نگاه میکنم میبینم 800 مترش انجام شده پس میگم آقا این 80 درصد پیشرفت فیزیکی داره اما همیشه به این سادگی نیست نوع دیگه پیشرفت در پروژه ها پیشرفت هزینه ای هست این نوع پیشرفت عمدتا در عموم جامعه و یا به صورت چشمی قابل درک نیست یعنی یه موقعی من میرم توی پروژه ساختمونی میبینم هیچ کاری از جهت فیزیکی انجام نشده پروژه ساختمونی هیچی نیست از جهت زمانی هم سه ماه گذشته اما به من میگن 20 درصد پیشرفت فیز... پیشرفت هزینه ای داریم من میگم کو کجاست این پیشرفت میگن ما فونداسیون رو کار کردیم شما نمیبینید یا میگن ما کارهای دیگه کردیم خریدار رو انجام دادیم تو بحث پرکیومنت یا تدارکات اومدیم یه کارو کردیم تجهیزات خریدار شده شما نمیبینید یا نه اصلا اون چیزی که شما میبینید روی زمین قسمت کمی از هزینه است پس پیشرفت هزینه ای با چشم یا با نظر عمومی قابل درک نیست.